با آنکه مسئولان وزارت زراعت چندی پیش از ایجاد 12 سردخانه معیاری با گنجایش 500 تن در 10 ولایت کشور به شمول هرات خبر دادند، اما کشاورزان در هرات از عدم سردخانه و کمرنگ بودن بازار فروش برای محصولات زراعتیشان انتقاد می کنند. این کشاورزان میگویند با آنکه امسال محصولات زراعتی به ویژه انگور در این ولایت افزایش یافته، اما حکومت در قسمت بازاریابی این محصولات توجه چندانی ندارد. والا حاصلات امسال الحمدلله خیلی خوبه، تولیدات انگور خیلی خوب، حاصلات انگور زیادتر از ورسری گذره. ما از وری کلاته خریدیم، با باغداری آمدم کلاته خریدیم، تولیدات محصولات زیادتر شده امسال، خوبیاری زیادتر شده. حالا متاسفانه صادرات انگور به خارج از کشور خیلی کمه. ما از دولت توقع داریم که کمی در مسئله صادرات انگور به کشورها مختلف بازاریابی انجام بده. انشاءالله بتونیم محصولات رو به کشورها فروش برسانیم. وقتی محصولات به دست میاد طبعا بازارها پایین میاد. وقتی که محصولات ما اگه سردخونه باشه ما به سردخونه بگذاریم، با وقت به چهار فصل میتونیم محصول خوب بازار عرضه کنیم. تاثیر اینه که بازار ما مسئله خونه نداریم، به وقتی که محصول ما خلاص میشه بازار خارجی باز محصول خارجی و بازار افزایش پیدا میکنه. این کشاورزان ضمن انتقاد از واردات محصولات خارجی به کشور از حکومت میخواهند تا در قسمت بازاریابی و معرفی فرآورده‌های زراعتی در خارج بیشتر توجه نماید. همین محصول خود هرات یا خود به هرات نمایش بگذارن تا مردم اطراف ببینن، خارجی ها ببینن که ما هم چی محصول داره، تا باید بازاریابی بشه تا محصولات خوب بتونیم بخورش برزن. از سوی هم مسئولان اداره زراعت هرات میگویند که به دلیل بازار آزاد، کنترل وارد شدن محصولات وارداتی به کشور چالش‌زا است و نیاز است که تعرفه‌های گمرکی افزایش یابد. با آن هم آنان می‌افزایند که این اداره در تلاش برطرف ساختن این چالش‌ها است. چون به یک فصول سال تولید میشه، برداشت میشه و با بازار عرضه میشه، عرضه میشه زیاد، تقاضا میشه کم، خواهی بخواهی خواهی نخواهی تاثیرات منفی سر بازار میگذاره. و این چالشیه که به صلاح دامنگیره نه تنها داخل ولایت هرات بلکه دامنگیره داخل 34 ولایت افغانستان هست که بی رایل های هم داره که البته بعد ایجاد سردخونه ها بشه، مراکز به صلاح پروسس دی بشه، این چیزها میتونه که به صلاح تا اندازه کمک و همکاری کنه که ما و شما شاهد ازی هستیم که فعلا کارهای زیربنایی آغاز شده، یعنی فعلا مثلا سردخونه ها سنگ تداب چند سردخونه فعلا در هرات گذاشته شده و انشاءالله تا یکی دو سال دیگه امید به خدا که این چالش و مشکلاتی که امروز ما و شما دارین با آینده نداشته باشیم. قابل ذکر است که در حال حاضر محصولات زراعتی هرات به کشورهای خارجی مانند پاکستان، هندوستان، ترکمنستان و کشورهای عربی نیز صادر می شود. اما به گفته کشاورزان صادرات فرآورده‌های زراعتی با آن میزانی نیست که قناعتشان حاصل شود.